سرخط خبرها. ادامه اعتراضات به پنهانکاری مقام‌های ایران در مورد سرنگونی هواپیمایی اوکراینی. جو تهران و بعضی شهرها امنیتی است. هیئت تحقیق کانادایی در راه ایران برای بررسی سقوط هواپیما. جاستین ترودو گفته به دنبال عدالت و پاسخگویی خواهد بود. بایکوت برنامه‌های هنری در ایران. بعضی هنرمندان از حضور در جشنواره فجر کنار کشیدند. و استان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل. مردم از تأخیر در امدادرسانی شکایت دارند. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش ویژه خبری. در ادامه دور تازه اعتراض‌ها در ایران، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تهران تجمع کردند. اعتراضاتی که با پذیرفتن مسئولیت سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربری توسط پدافند سپاه پاسداران کلید خورد. دیروز چندین دانشگاه شاهد تظاهرات بود و اعتراض‌های پراکنده به چندین شهرستان در نقاط مختلف ایران کشید. در این اجتماعات شعارهای تندی علیه حکومت، خصوصا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به گوش می رسید. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از حضور پرتعداد و گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران دارد. در تازه‌ترین خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به زبان فارسی در سایت توییتر مذاکره با ایران را با بی اهمیت توصیف کرده. او گفته که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و حکومت نباید معترضان را بکشد. فرین ناصمی همکارم آخرین‌ها را درباره این موضوع دنبال کرده. فرین، خبرهای جدید از خانواده‌ها چی داریم؟ خانواده ها بعضیشون به بی بی سی فارسی گفتن که تحت فشار هستند از طرف مقام های حکومت. بعضی ها گفتن که تلفن هایی از شماره های ناشناس به اونها شده و به اونها گفته شده که اگر که با رسانه های به گفته اونها بیگانه مصاحبه بکنن، در تحویل دادن بقایای اجساد تاخیر میکنن و کار رو با مشکل مواجه میکنن. یکی از اعضای خانواده، کسایی که در این هواپیما بوده و کشته شده، گفته که خانواده‌اش برای امضای بیانیه حمایت از نظام که توسط سپاه پاسداران تهیه شده بود تحت فشار هست. یکی دیگه از اعضای این خانواده‌ها گفته تحت فشار قرار گرفتن تا دیدارهای اجباری داشته باشند با بعضی از مقام‌های دولتی و نظامی و در نشست‌های خبری برنامه‌ریزی شده شرکت بکنند. در این حال فشار هم آورده میشه بهشون که برای شرکت در مراسم حکومتی که از طرف حکومت برای قربانیان گرفته خواهد شد شرکت بکنند. یکی از اعضای این خانواده به بی بی سی فارسی گفته که رفت و آمدهاشون رو هم حتی کنترل میکنن. بعضی از خانواده ها بهشون اعلام شده که بقایای اجساد عزیزانشون رو شناسایی کردن، میتونن بقایای اجساد رو تحویل بگیرن. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته که مرگ 70 نفر در کرمان و بعد هم سقوط ساقط شدن هواپیما توسط سپاه و کشته شدن تعدادی در این هواپیما باعث آزردگی خاطر جمعی شده و درخواست داده که یک تشییع عمومی برگزار بشه. چیزی که خب خانواده ها میگن که اصلا دلجویی از اونها نشده، هیچ برنامه برای تشییع عمومی نیست و این رو مقایسه میکنن با چیزی که در کانادا داره اتفاق میفته، حمایتی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا داره میکنه از خانواده های قربانیان و اینکه خب در چند روز گذشته مراسم برگزار شده شرکت کرده در این مراسم، به اونها دلداری داده، از اونها از کانادا به عنوان خونه اونها نام برده و گفته که مردم کانادا همه سر و سر سوگوارن و به اونها اعلام همبستگی کرده. یک مسئله دیگه هم هست که یک تیم 8 نفر کانادایی امروز در تهران هست به خاطر اینکه تحقیق بکنه بر سر مسئله سقوط هواپیما. سفارت افغانستان در تهران هم یک بیانیه صادر کرده و گفته تا الان تونسته فقط 8 نفر از کشته شدگان رو با خانواده‌شون تماس بگیره، دی ان ای اونها رو بگیره برای آزمایش و درخواست کرده که اگر که بقیه خانواده‌ها هم اطلاع پیدا می‌کنن یه جوری بیان و این دی ان ای رو کمک کنن که آزمایش بکنن تا این اجساد بقیه اجساد شناسایی بشن. از اعتراضات چه خبر؟
اعتراض ها خب تصاویری که ما داشتیم جو بسیار امنیتی در تهران امروز حاکم بود. در تصاویر می‌دیدیم که نیروهای یگان ویژه حضور داشتن با ماشین‌هاشون، با موتورهاشون یا به صورت پیاده در خیابون‌ها حاضر بودند و جو خیلی رعب و وحشتی به وجود آورده بودند. تصویری که دیشب ما داریم تصاویری هست از شلیک گلوله به مردم. در تصاویری که در خیابون آزادی می‌بینیم تعدادی از زن‌ها اونجا زخمی شدن. تصاویرش رو با هم ببینیم. با این توضیح که بگم ممکنه که این تصاویر آزاردهنده باشه برای بعضی. ای وای ساشمن نیست تیره بابا ساشمن چیه؟ اورجانس با تیر زدن اضافه بکنم که این تصاویر تصاویر اعتراضات و گرد همایی های دیشب در شهرهای مختلف. و اما فرین آسمی همکارم کماکان در استودیو با ماست. فرین، درباره تیرهایی که استفاده شده هم خیلی بحث های متفاوت و متضادی مطرح شده، واکنش مقامات چه بوده بهش؟ اول اینکه آقای حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی گفته اصولا تیراندازی نشده از طرف نیروی انتظامی به خاطر اینکه سعه صدر و خیشتنداری در دستور کار ماموران پلیس بوده، ولی خب تصاویری که هست صدای تیراندازی میاد، همین که خب عده‌ای زخمی شدن. عفو بین‌الملل هم اعلام کرده که خب تعدادی زخمی شدن و کمک خواسته از مردم، گفته که اگر که اطلاعاتی دارین بیاین کمک کنین، ما شناسایی بکنیم ببینیم که این تیرها ساچمه‌ای هستن، پلاستیکی هستن یا چی. ولی یه بحث دیگه که اینجا مطرحه اینه که خیلی ها الان میگن که خب حالا نیروی انتظامی گفته ما شلیک نکردیم، پس این شلیک رو کی کرده؟ آیا کسی دیگه، آیا نیروی دیگه هست، نیروی لباس شخصی هست یا نیروی ویژه دیگه هست که این شلیک کار رو میکنه، یا نه که خب مسلمان هنوز مشخص نیست این مسئله. مسئولان هم واکنششون دادن، بعضی از واکنش‌ها تند بوده، از جمله رئیس قوه قضاییه که به نوعی گفته که اجازه سوء استفاده از این داستان رو نمیدیم. لحن دوباره انگار که بعد از یکی دو روز عذرخواهی و تلاش برای دلجویی دوباره برمیگرده به همون لحن تند سابق. لحن هم بعضیا هستن که این لحن رو به کار بردن، هم بعضیا مثل آقای ربیعی هستن که به دنبال همدلی مردم، گفته ما الان از همه چی بیشتر نیاز داریم که اعتماد دوباره ساخته بشه و مردم با ما همدلی بکنن. البته گفته که آقای روحانی اطلاع نداشته، جمعه مطلع شده و تا اون موقع نمیدونسته، بلافاصله بعد از اینکه مطلع شده اومده و جلسه شورای عالی امنیت ملی رو برگزار کرده. خود آقای ربیعی پنجشنبه تکذیب کرد که موشکی از طرف سپاه این هواپیما رو ساقط کرده باشه. امروز صبح آقای ربیعی با خبرنگاران صحبت کرد در تهران و یه توضیحاتی در این باره داد که اگه موافق باشی ببینیم با هم. برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعا صادقانه
این گونه نبود. حتی در بیانیه‌ای که من در پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت. اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. دروغ به معنی جعل آگاهانه و آمدانه واقعیت است. دروغ لاپوشانی است. دروغ دانستن یک واقعیت و بیان نکردن آن و یا وارونه بیان کردن یک واقعیت است. اگر این مسائل را بیان می‌کنم به منظور این هستش که ما نیاز به اعتماد عمومی و نیاز به یک همدلی بزرگ در کنار هم داریم. این چیزی بود که از جانب ما به هیچ وجه چیزی به عنوان دروغ اتفاق نیفتاد. همه کسانی که در آن روزها و در اوج جنگ روانی آمریکا علیه ملت ایران اظهار نظر می کردند مبتنی بر عرق ملی و با استناد به اطلاعات موجود در همان لحظه اظهار نظرها صورت گرفت. از یک سو عملیات روانی سنگین، از یک سو فقدان اطلاعات کافی در داخل و اطلاعاتی که در همان لحظه به طور موثق تلقی می شد ریشه موضع‌گیری ها در بی اطلاعی و یا شاید این گونه هم بتوانم بگویم در بی اطلاع گذاشتن ها داشت. علی ربیعی بود سخنگوی دولت که امروز با خبرنگاران صحبت کرده بود. جالب بود که واکنشی هم به صحبت‌های آقای ربیعی بود از طرف حمید رسایی از سیاستمداران تندرو جمهوری اسلامی به این مسئله که گفته بود آقای روحانی خبر نداشته و آقای رسایی گفته که چطوری ممکنه که خبر نداشته باشه و این دومین باره که دارین میگین رئیس جمهور خبر نداشته. شخص دوم مملکت دفعه پیشم سر افزایش قیمت بنزین گفت که اطلاع نداشته و با مردم فهمیده و نمیدونسته و خب این مثلا عجیبه که هنوز آقای روحانی دیده نشده، یعنی نه سخنرانی کرده، نه دلجویی کرده، نه عذرخواهی کرده. الان چند روز میگذره از این نه فقط آقا. همون یک بیانیه که داد بعد از اعلام این مسئله، بعد از اعتراف دقیقاً جمهوری اسلامی به این مسئله، صحبت دیگه ای آقای روحانی نکرده. تنها چیزی که ازش دیدیم در تصویر دیروز بود که امیر قطر سفر کرده و به تهران همراه با امیر قطر به دیدار آیت الله خامنه ای رفت و صحبت خاصی در این زمینه. یعنی وقتی که واکنش حسن روحانی رو میذاره کنار واکنش جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که تمام این چند روز در حال دیدار با خانواده قربانیان بوده، در مراسم مختلف شرکت کرده، بارها و بارها سخنرانی کرده، اعلام کرده که تا یافتن حقیقت تحقیقات ادامه داره، انقدر این تفاوت و شکاف زیاده که به همین دلیل بسیاری در ایران معترضند به این شکل برخورد مقام. دقیقاً همین مسئله باعث شده که همین بحث از بین رفتن اعتماد عمومی و دلجویی نکردن باعث شده که خیلی‌ها به این مسئله اعتراض بکنن. حتی خیلی‌ها نگران چهره جمهوری میشن، خیلی از افرادی که خب نزدیک بودن تا حالا در حکومت بودن. علی شکوری راد مثلا دبیرکل حزب اتحاد ایران اسلامی اومده گفته که انقدر فاصله بین حکومت و مردم الان زیاد شده که واقعا این مخفی کردن خطای شلیک موشک و هواپیمای مسافربری به گفته او الان پاشیدن اسید به چهره جمهوری اسلامیه. از طرف دیگه مثلا بهرام پارسایی اومده گفته که نماینده مجلس گفته که آقای روحانی و دیگر مقامات به جای اینکه بیانیه بدن بهتر که الان استعفا بکنن در این شرایطی که پیش اومده. قاسم سعیدی اما خب به هر حال طرفداران حکومت هم هستن که اونها هم واکنشایی دارن. قاسم سعیدی نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس گفته که این مسئله ساقط کردن هواپیمای مسافربری به دست سپاه یک خطای نظامی بوده که اتفاق افتاده و خطای نظامی ممکنه که همه جا اتفاق بیفته، این اولیش نیست، آخریش هم نیست و نباید که به گفته او اجازه بدیم که دشمن مانور بده روی این مسئله و خب این یک چیزی بوده که اتفاق افتاده و تموم شده و بهتره که دیگه مثلا اونقدر نذاریم که طولانی بشه و دشمن به گفته او بتونه مانور بده روش. متشکرم ازت فرین آسمی همکارم در استودیو. و اما در ساعت گذشته وزیر خارجه اوکراین خبر داده که روز پنجشنبه 16 ژانویه در لندن
با وزرای خارجه 5 کشوری که شهروندانشون در اثر حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری کشته شدند دیدار داره. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین گفته که در این کشورها قراره درباره پرداخت غرامت و تحقیقات درباره این حادثه صحبت بکنند. آقای پریستایکو گفته که گفته‌های ایران مبنی بر اینکه هواپیمای ساقط شده خطوط بین‌المللی هواپیمایی اوکراین به هنگام اوجگیری تنش‌ها در نزدیکی پایگاه نظامی حساس پرواز می‌گرده مزخرف است. تکرار می‌کنم، وزیر خارجه اوکراین گفته که گفته‌های ایران مبنی بر اینکه هواپیمای ساقط شده نزدیک یک پایگاه نظامی حساس پرواز می‌کرده، ترجمه صحبت او اینه که این گفته مزخرفه و از دید وزیر خارجه اوکراین قابل قبول نیست. قراره که 5 وزیر خارجه کشورهایی که از شهروندانشون در این هواپیما حضور داشتن روز پنجشنبه در لندن دیدار بکنند، از جمله اونها کاناداست، بریتانیا، افغانستان، سوئد اگر اشتباه نکنم، و البته اوکراین. گفته میشه که قراره درباره دریافت غرامت و همچنین تحقیقات درباره این حادثه گفتگو بکنن روز پنجشنبه. و ما در کانادا واکنش‌ها و همدردی با داغداران حمله به هواپیمای اوکراینی ادامه دارد. همیشه نالم چونه که غمی دارم که غمی. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا برای شرکت در مراسم یادبود گروهی از قربانیان پرواز 752 اوکراین دیشب به شهر ادمونتون در غرب کانادا سفر کرد. او در جمع شهروندان، بستگان و سوگواران این هواپیمای مسافربری که هدف موشک سپاه قرار گرفت، گفت که این فاجعه هرگز نباید رخ می‌داد و تا پاسخ نگیریم از پا نمی‌نشینیم. You may feel unbearably lonely. شاید الان به طور غیرقابل تحملی احساس تنهایی کنید، ولی شما تنها نیستید. تمامی کشور شما امشب کنارتان ایستاده و فردا و همه سالهایی که میآیند. ما آینده‌ای که همه رویایش را دارند با هم می‌سازیم. کانادا این است. That's what Canada is. در کانادا مراسم سوگواری با حضور نخست وزیر، اعضای دولت، سیاستمداران و نیز شهروندان مختلف برگزار شد. دولت کانادا این سانحه را یک فاجعه ملی نامیده. در همین حال خانواده جان باختگان پرواز 752 در شهرهای مختلف کانادا برای عزیزان از دست رفته‌شان مراسم برگزار کردند. از جمله این تصاویر در یکی از این مراسم در تورنتو. بیننده یک ویژه برنامه خبری در تلویزیون بی بی سی هستید در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری متعلق به اوکراین. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، بسیاری از شکاف عمیق بین مردم ایران و حاکمیت در پی 3 روز پنهانکاری و دروغگویی مقام ها صحبت می کنند. آیا راه برگشتی میبینید برای حاکمیت بعد از این حادثه؟ با سلام خدمت شما بینندگان و عرض تسلیت به حضور خانواده‌های جانباختگان در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین و مراسم تشییع جنازه در کرمان. ببینید، شکافی که ایجاد شده خب محصول 40 سال سیاست گذاری است، یک رابطه عمودی بوده. این شکاف ها در حوزه های مدیریتی، اطلاعاتی، اقتصادی و در حوزه سیاست خارجی بوده. همه این نوع سیاست‌گذاری ها برای اینکه نتونسته یک چارچوب مناسبی رو با توجه به پتانسیل هایی که انقلاب آزاد کرد و همچنین نیازهایی که جامعه ایران داشته و منافع ملی ایران تنظیم کنه، باعث شده که خب یک نیروی عظیم انسانی از ایران خارج بشه. نیروی مدیریتی که هست فاصله جدی داره با
واقعیت‌های جامعه در توان مدیریتیش نیست. شما نگاه کنید همین حادثه هواپیما که نشون داد که به هر حال یا ضعف مدیریتی بوده، ناهماهنگی در عدم اطلاع رسانی میان بلوک نظامی و قوای مجریه در وارد فرودگاه‌ها، و یا حتی اگر هک شدن، هر چیزی که نگاه کنید که مطرح بشه، به هر حال ضعف مدیریتی و ضعف کارآمدی است و اینکه سیستم در مهمترین موضوعات توان اداره نداره. حالا اگر فرض کنید این رو شما برگردید حتی توی کرمان، توی کرمان که اصلا موضوع امنیتی نبوده، 80 نفر کشته شدن و حتی برای اینا مراسم بزرگداشت نگرفته، حتی تصویرای اینا رو ما نداریم چون تو صدا هم ندارن، تو رسانه‌ها مطرح نمیشه. بنابراین این ضعف کارآمدی در حوزه‌های مختلف خودش رو بروز داده و روز به روز این شکاف افزایش پیدا کرده. در این حال از جنبه فرهنگی هم به خاطر اینکه سیستم یک ارزش‌هایی رو تزریق می‌کنه که جامعه به طور جدی فاصله گرفته از اونها و این تفاوت سبک زندگی و ارزش‌ها میان ارزش‌های حاکمیت و واقعی و جامعه و همچنین فساد ساختاری که به خاطر دولت نفتی شکل گرفته، چون دولت نیاز نداشته به منابع مالی جامعه و بیشتر از منابع نفتی یک فساد ساختاری رو شکل داده، همه اینها این شکاف رو ایجاد کرده. حالا در چنین فضایی به کارگیری رابطه ترس که ایجاد بشه، چون حکومت ها سه مبنای رابطه دارن، منفعت، اقناع و در حقیقت ترس. جمهوری اسلامی عمدتاً از اوایل انقلاب خب مسئله اقناع بود، به خاطر اینکه پیروزی انقلاب بود، اعتقادات مردم بود، ولی الان بیشتر رابطه بر مبنای ترس هست و این رابطه ترس و زور طبیعتاً خشم ایجاد میکنه، خشمی که فی المثل فرض کنید دانشجویان دانشگاه شریف دارن، چون همه خودشون رو تو اون هواپیما تصور میکنن، مثل دانشجویان دانشگاه شریف که تو هواپیما کشته شدن. در اینچه این شکاف داره افزایش پیدا میکنه، راه برگشتش این است که تغییر راهبردی جمهوری اسلامی. اصلا قابل برگشت میبینید این راه، آقای نامرحقی؟ ببینید در موقعیت‌های اینچنینی بستگی به شرایط داره، شرایط محیط سیاسی داره. اگر با شرایط فعلی قابل برگشته. ببینید اگر آلترناتیوی وجود داشته باشه که بتونه نارضایتی رو بسیج کنه، سازماندهی بکنه و سیستم رو در مقابل یک راه حلی قرار بده، خب طبیعتاً اون موقع اگر زور آلترناتیو چه در خیابان چه در بسیج اجتماعی و حمایت بین‌المللی قوی تر باشه، سیستم وقت دو راه داره، یا خشونت به کار ببره، وارد درگیری همه جانبه بشه، یا مصالحه کنه. الان ما آلترناتیوی که بتونه این نارضایتی رو سازماندهی بکنه و به ازار جلو سیستم نداریم. مشکل الان کار این هست. یعنی فکر میکنید که این خشم و این اعتراض بعد از چند روز دوباره فروکش میکنه و همه چیز به روال گذشته ادامه خواهد یافت؟ نه، خشم فروکش نمیکنه، خشم باقی میمونه، چون اگر شما راه حل براش پیدا نکنید، خشم میمونه، هر زمینه که پیدا کنه خودش رو بروز میده. این همیشه در همه جوامع اینجوری است. این خشم، این چون هم حوزه اجتماعی، سیاسی، مذهبی، حس فریب خوردگی، همه اینا یه مجموعه است. هر کدوم از گروهای اجتماعی، چه پایگاه‌های اجتماعی که حتی طرفدار نظام بودن یا مخالفین نظام، همه اینها یک گونه دچار خشمن از زاویه‌های متفاوت. بنابراین سیستم باید دو تا راه داره، یا باید در حوزه داخلی تغییر راهبرد بده یا در حوزه خارجی. به نظر میرسه در حوزه داخلی فعلا علائمی نمی‌بینیم که سیستم بخواد تغییر راهبرد بشه. رد صلاحیت نمایندگان مجلس، کاندیدای مجلس، نمونه همینه که به نظر میرسه در حوزه داخلی سیستم امتیازی نمیخواد بده. امتیاز دادن در حوزه داخلی این هست که فضای مدیریتی باز بشه برای نیروهای غیر حزب‌اللهی، نیروهای کارآمده که میتونن مملکت اداره کنن، اونها بیان تو. در حوزه تصمیم گیری مثل نهادهای قانونگذاری، قوه مجریه، ریاست جمهوری، فضا بازتر بشه که اونم به نظر میرسه نمیخوان امتیاز بدن و همچنین منابع اقتصادی. یعنی اساسا آقای نامرحقی فکر میکنید که حکومت هیچ نگرانی داره از نبود این پایگاه اجتماعی دیگه، یا اساسا پذیرفته این واقعیت رو که داره بر مردمی حکومت میکنه، یا دست کم بخشی از مردمی حکومت میکنه که قبولش ندارند و نمیخوانش؟ ببینید اینا تحلیلشون از اول، جمهوری اسلامی تحلیلش از اول این بود که دو تا عنصر کلیدی است در تغییر نظام. یکی این که خیابان به تسخیر، عنصر خیابان و عنصر آلترناتیو.
اگر این دو تا عنصری بوده که به هر حال با همین روش هم جمهوری اسلامی پیروز شده. بنابراین اگر خیابان به تسخیر مخالفین در بیاد، اگه نتونن اون آلترناتیو وجود نداشته باشه، خیابان رو میشه کنترل کرد. خیابان رو حالا با یه روش نرم یا روش خشونت میشه در مجموع کنترل و هدایتش کرد. این یه روشه، یه تئوریه. مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی اینه که هیچ آلترناتیوی که بتونه موقعیت رو این خیابان رو تبدیل یه تغییر در ساختار سیاسی کنه شکل نگیره. بنابراین در این زمینه به شدت حساسن و هیچ مصالحه انجام نخواهند داد. حتی اگر فکر کنن، فرض کن آقای موسوی که به هر حال هیچ وقت تصور تغییر کلی نظام نداشته، چون احساس کردن که پتانسیل بسیج خیابان داره و میتونه خواسته هایی رو مطرح کنه و به عنوان آلترناتیو مطرح بشه، باش برخورد کردن. یا حتی آقای خاتمی. بنابراین تمام امکانات آلترناتیو رو کسانی که پتانسیل آلترناتیو سازی دارن میتونن سازماندهی کنن یا حتی میتونن افراد جذب کنن، سعی میکنن به صفر برسونن. در چنین موقعیتی سیستما به چند وضعیت منجر میشه. اگه این خشم ادامه پیدا کنه و سیستم هم ناتوان باشه به رسیدگی وضعیت مردم، یا میره منجر به درگیری خیلی شدید میشه، اون موقع ممکنه یک نیروی نظامی بیاد سر کار، مثل مدلایی که در کشورهای آمریکای لاتین دیدیم یا در آفریقا میبینیم، یا ممکنه به فروپاشی منجر بشه، مدلی که در اتحاد شوروی ایجاد شد، یا در حالتی که بخشی از بلوک قدرت حاضر بشه همراهی کنه، بخشی از بلوک نظامی قدرت حاضر همراهی کنه با خواستای مردم، میتونه وقت مصالحه‌ای صورت بگیره با حوزه اجتماعی، که خب اون باید ببینیم در چنین شرایطی به نظر نمیرسه چنین وضعیتی باشه. بنابراین اگر سیستم بخواد تغییراتی بده که کمک کنه به این که فضا آروم‌تر بشه، ممکنه بره به سمت یا مصالحه خارجی یا درگیری خارجی. این دوتا عنصری است که میتونه فضا رو تغییر بده. مصالحه خارجی به نظر میرسه که از طریق نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد برای اولین بار به طور کتبی و به طور رسمی آمریکا تقاضای مذاکرات بدون شرط کرده. باید دید که اینا به این پاسخ میدن یا نمیدن. این یه راهی است که میتونه تنش‌ها رو کم کنه. وگرنه در حالت این مسیری که آلترناتیو نباشه، به مسائل مردم پاسخ داده نشه، میره به سمت خشونت و میره به سمت اینی که سیستم با دست آهنین برخورد کنه و این تظاهرات هم قطعا به پایان نمیگیره، ادامه پیدا میکنه و هر موضوعی خودشون نشون خواهد. متشکرم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری در ایران هستید. دولت بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی ایران رو احضار کرده تا اعتراضش به بازداشت کوتاه مدت سفیر بریتانیا در ایران رو به او منتقل کنه. در همین حال پلیس ایران تصاویر رو منتشر کرده که میگه از سفیر بریتانیا در عصر روز شنبه در مقابل دانشگاه امیرکبیر ضبط شده. نیروی انتظامی گفته که رابرت مکر سفیر بریتانیا ساعت 18:35 بین تجمع کنندگان از معترضانی که به گفته پلیس شعارهای ساختار شکنانه میدادند فیلم برداری میکرد. پلیس گفته که سفیر بریتانیا را از آنجا زیر نظر گرفته و 35 دقیقه بعد دستگیر کرده. خود او در توییتر گفته که برای ادای احترام به کشته شدگان پرواز اوکراینی به آنجا رفته بود و وقتی عده‌ای شروع به شعار دادن کردند محل را ترک کرد. آقای مکر ساعتی بعد با دخالت وزارت خارجه ایران آزاد شد، اما فردایش به وزارت خارجه احضار شد. دولت بریتانیا و مقام‌های ارشد اروپایی بازداشت او را محکوم کردند. اما همکارم کیوان حسینی اینجا در استودیو با ماست. غیر معموله کیوان که سفیر یک کشور دیگه رو بازداشت بکنند. فکر می‌کنی که آیا عواقبی داره برای ایران این کار؟ قطعاً به روابط بریتانیا و ایران تا همینجا هم با دست اندازهای زیادی روبرو بوده، که البته مختص بریتانیا هم نمیشه. روابط ایران اصولاً با قدرت‌های غربی روابط روبه افولی هست و با مشکلات زیادی روبرو هست. یکی از مسائلی که باعث شده همچنان قدرت‌های اروپایی در تلاش باشن تا یک کانال
ارتباطی مسالمت‌آمیز با تهران رو باز نگه دارن مسئله برجام هست. اگر برجام نبود چه بسا در ارتباط با همین اعتراض‌هایی که در دو ماه اخیر اتفاق افتاد روابط ایران با غرب تیره‌تر هم می‌شد. اما ما می‌بینیم که به رغم اعتراض‌هایی که در ایران داره اتفاق می‌افته، به رغم سرکوب‌هایی که میشه، در بیانیه‌ای که قدرت‌های اروپا در 24 ساعت گذشته منتشر کردند، ترجیبندش برجام هست. هیچ اشاره‌ای به اعتراض‌ها و مسائل حقوق بشری در ایران نشده که البته با انتقادهایی هم در خود اروپا روبرو شده. حالا این مسئله سفیر بریتانیا داره اتفاق می‌افته که اتفاق بسیار کم سابقه ای هست به خاطر کنوانسیون وین که به مقام‌های دیپلماتیک مسئولیت میده و این مسئولیت وقتی به سفیر میرسه یه حساسیت مضاعفی هم پیدا می‌کنه و در اجرا و در واقع دفاع از این مسئولیت نه تنها قدرت‌های اروپایی بلکه بسیاری از کشورهای جهان، روسیه، چین، حتی خود ایران هم اگر سفیرش اینجا مثلا بازداشت بشه یا اتفاقی براش بیفته قطعا واکنش خیلی تندی نشون خواهد داد. امروز هم سخنگوی بوریس جانسون گفتش که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و با تندترین و شدیدترین لحن اعتراض خودش رو نشون داد و اعلام کرد که این رو نقض غیر قابل قبول دیپلماتیک میدونه و مصر هست که مسئولیت دیپلماتیک باید به در چارچوب کنوانسیون وین اجرا بشه. یه اشاره‌ای هم کردی به جوزف بورل که در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست. ایشون هم دیروز که اظهار نظر کرد همچنان به اعتراض‌ها درباره اعتراض‌های چین نگفت و در مورد این موضوع صحبت کرد که نشون میده چقدر موضوع برای اینها اهمیت داره. همین سوال اینجاست که فرق هست بین واکنش اروپا و آمریکا در رابطه با اتفاقی که در ایران در جریان. تفاوت خیلی چشمگیری هست. به ویژه اینکه البته در این بار میتونم بگم که خود شخص آقای ترامپ هم داره تا اندازه متفاوت نسبت به آبان ماه واکنش نشون میده. دفعه پیش نزدیک به یک هفته طول کشید تا آقای ترامپ واکنش نشون داد. این بار از نخستین ساعات با صراحت و شفافیت از معترضین حمایت کرد و به زبان فارسی هم توییتای رو منتشر کرد که خب خودش یه اقدام خیلی در واقع یه گام تازه است از طرف آمریکا. ولی در اروپا همونطور گفتم مسئله برجام همچنان در اولویت هست. ولی اضافه بکنم که روز به روز داره انتقادها از اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی اضافه میشه و ما قدم به قدم شاهد واکنش‌های کوچکی هستیم. به عنوان مثال امروز صبح رئیس کمیته سیاست خارجی پارلمان آلمان یه توییت منتشر کرد که در اون توییت نوشته بود که سرکوب مجدد شهروندان از سوی آلمان جرم تلقی میشه و به ادامه انزوای ایران خواهد انجامید و در انتهای توییت نوشته بود که صبر اروپا هم حدی دارد. از اون طرف پارلمان اروپا هم در واقع فعال شده در این مسئله و البته به داستان ساقط شدن هواپیما خیلی حساس هست و درخواست رو مطرح کرده مبنی بر اینکه اروپا باید ایران رو صرفاً به دلیل این اشتباهی که کرده با تحریم‌های تازه‌تری روبرو بکنه. منطقه چه واکنشی نشون داد؟ قابل پیش بینی بود که در واقع بازیگران مهم منطقه در ارتباط با اعتراض‌ها محافظه‌کارانه‌تر برخورد بکنن. کم پیش میاد حکومت‌هایی که خودشون به نقض حقوق بشر یا به نقض ارزش‌های دموکراسی متهم هستند در ارتباط با اعتراض‌هایی که توش در واقع شعارهای دموکراسی خواهانه سرداده میشه سریع واکنش نشون بدن. اما رسانه‌های منطقه چه در کویت، چه در عربستان سعودی و چه در امارات همه سرمقاله‌هایی رو در مورد اعتراض‌های اخیر منتشر کردند و بسیاریشون اتفاقی که داره در ایران میفته رو انقلاب توصیف می‌کنند، از واژه انقلاب استفاده می‌کنند. بسیار زیاد دیده میشه در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران عرب زبان به همین شکل، به ویژه اونهایی که همدل هستند با اعتراض‌های مثلا عراق یا اعتراض‌های لبنان، خودشون رو در یک جبهه می‌بینند با اعتراض‌های ایران و با واژه انقلاب توییت ها و پست های متفاوتی رو منتشر می کنند در شبکه های اجتماعی. متشکرم کیوان حسینی. اما برای گفتگوی بیشتر میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد با ماست. آقای بهروش، بعد از اینکه ایران قبول مسئولیت کرد در قبال این حادثه، عده‌ای امیدوار بودند که شاهد تغییر رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی باشند، اما امروز می‌بینیم که علی ربیعی دوباره گفته که هیچ یک از اعضای دولت تا عصر جمعه اصلا در جریان این حادثه نبودند. برخورد با اعتراضات، سرکوب، اینکه اجازه داده نمیشه هیچ مراسمی برگزار شه، به نوعی شبیه به اعتراضات آبان، با این تفاوت که این بار به هر حال خود اینها زدند عده‌ای از شهروندان بیگناه رو کشتند. اعتراض سیاسی در جریان نبوده، اما رفتار حاکمیت با هیچ تفاوتی با آبان نداشته. بله، ببینین، بحث اینه که رفتار حاکمیت الان در طول این 40 سال
یک ساختاری رو ایجاد کرده که این رو تغییر دادن، یعنی یک منافعی ایجاد شده، منافع کلان ایجاد شده، روابط ایجاد شده، اون مدل حکمرانی یا در واقع تنظیم روابط سیاسی، مدل اداره اقتصاد، همه اینها یک شبه که ایجاد نشده، اینها در طول 40 سال اون حالا فساد هست یا خودکامگی هست و تمامی این موارد حالت در واقع اینا سفت شدن، حالت ساختار پیدا کردن و از این برگشتن به این راحتی نیست. یعنی من مطمئنا نمیخوام این رو توجیح بکنم، منتها حرفم این هستش که در واقع به این راحتی حکومت نمیاد که اون منافع رو یک شبه کنار بزنه، با اینکه ادامه این روند ما همونطور که داریم میبینیم داره حتی طبقات مختلف رو در ایران کنار هم میذاره، حالا کارگرها در واقع محرومی یا طبقه متوسط که زر متمول تر هستن علیه سیستم، یعنی حکومت رو این ادامه این روند با یک بحران قابلیت، با بحران کارکرد و همچنین مشروعیت مواجه کرده. بحث اینه که حتی اگر حکومت بخواد دست به تغییر بزنه، از طرفی به خاطر ترس از اینکه این تغییر از کنترلش خارج بشه و از طرفی هم به خاطر اون منافع کلانی که در طول این دهه ها سفت و سخت و حالت شدن به حالت ساختاری پیدا کردن به این راحتی نمیتونه. و نکته مهم این قضیه هم اینه که هر چقدر ما بیشتر پیش میریم دیگه زمان برای اصلاح، برای تغییر رویه کمتر میشه، چه بسا ما به نقطه‌ای رسیدیم یا برسیم که دیگه اصلا دیگه نشه این کشتی رو، این سیستم رو نجات داد. آقای بهروش، فکر میکنید که حسن روحانی کجاست؟ ببینین آقای روحانی مدت خیلی آفتابی نشدن به اصطلاح و ما صحبت‌های زیادی یا توی رسانه‌ها خیلی ایشون رو ندیدیم. من تصورم اینه که سعی می‌کنه کنار بکشه که در واقع این مسئولیت و اون انتقادهایی که از طرف مردم میشه و اعتراضات در واقع بیفته گردن طرف مقابل، یعنی خب به هر حال سپاه هست، اون بخش نظامی امنیتی ایران هست، الان اینها در سیبل در واقع انتقادات و اعتراضات مردمی هستن. من تصورم اینه که تا حتی صحبتی هم کردن گفتن دولت دروغ نگفت، یعنی کار دولت نبود، یعنی تا حدی خواستن خودشون رو مبرا بکنن از این فاجعه‌ای که رخ داد. آقای بهروش، میبینیم که حسن روحانی رئیس جمهوری در جریانات افزایش قیمت بنزین میگه که او هم مثل بقیه روز جمعه صبح با خبر شده. الان هم میبینیم که سخنگوش گفته که روز بعد از ظهر جمعه، در واقع 3 روز بعد از این حادثه مطلع شده. یعنی به نوعی این تصور ایجاد میشه که شاخه اجرایی حکومت عملا ناکارآمده. از طرفی میبینیم که مجلس هم بعد از داستانهای آبان، بعد از اینکه علارغم رأی مجلس شورای سران قوا تصمیم به افزایش قیمت بنزین کرد، عملا به یک ارگان بیفایده تبدیل شد. یعنی دو شاخه نسبتا انتخابی با گذر از نظارت استصوابی انتخابی عملا کارکردشون رو در تصمیم گیری حاکمیت از دست دادند. چرا شاهد هیچ استعفایی ما نیستیم در این دو شاخه‌ای که به نوعی قرار بوده انتخابی باشن؟ ببینین، من فکر میکنم دیگه حرف از این چیزها گذشته. شما فقط تصور بکنین در طی همین چند ماه اخیر، من داشتم حساب میکردم، 866 نفر کشته شدن از اون سرکوب اعتراضات. حالا اگر ما اون رو هولوش 600 خورده ای حساب بکنیم، حالا اون 1500 رو اگر در واقع کنار بذاریم، اون آماری که رویترز اعلام کرده بود، به اضافه این سقوط ساقط کردن هواپیما، به اضافه اون چند ده نفری، 50-60 نفری که در جریان تشییع جنازه آقای سلیمانی کشته شدن، متاسفانه کشور و ساختار و اون سیستم حکمرانی کشور داره به نقطه‌ای میرسه که دیگه رسما فشله. یعنی
شما یعنی این انتظارات که حالا دولت یه کاری بکنه دیگه به جای رسید که اینها یه ذره انتظارات لوکسی به نظر میرسن و سیستم حالا چه دولت چه مجلس چه نهادهای نظامی امنیتی اگر واقعا یک فکری نکنن که این روند رو برگردونن، همونطور که ما قبلا هم گفتیم و پیش بینی کردیم، این اعتراضات به شکل در واقع با فاصله کمتر دوباره شکل خواهد گرفت و دوباره کشور هزینه خواهد داد و در نهایت میتونه منجر بشه به در واقع اون جدال دولت ملت که به شدت که همراه با خونریزی و کشت و کشتار خواهد بود. یعنی اصلا تو این وضعیت انتظار داشتن از این که مثلا مجلس نقش در واقع واقعیش رو انجام بده یا دولت این وسط مثلا سیاست هایی رو اتخاذ بکنه به لحاظ اقتصادی یا در واقع به لحاظ سیاسی این وسط باشه که مسئولیت بپذیره، یه ذره از اینها گذشته متأسفانه خیلی وخیم‌تر از اینها هستش. بله، متشکرم. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل با ما. و اما دولت آمریکا برای توجیه حمله به قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی ارشد ایران، با مشکل روبرو شده. اکثریت مردم این کشور و گروه قابل توجهی از نمایندگان کنگره توضیحات دولت را کافی ندانستند. در تحولی دیگر، شبکه خبری NBC گزارش کرده که برنامه کشتن قاسم سلیمانی 7 ماه پیش طراحی شده بود. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. جزئیاتی در گزارش NBC اومده. گزارش NBC اینطور که خودشون نوشتن در گفتگو با 5 مقام ارشدی در کاخ سفید بوده که یا همچنان اونجا مشغول کار هستن یا اینکه پیشتر در کاخ سفید کار میکردن و اونها به شبکه NBC گفتن که این برنامه ریزی و حتی دستور این که قاسم سلیمانی کشته بشه توسط نیروهای آمریکایی 7 ماه میشده که برنامه ریزی شده بوده و این رو رئیس جمهوری آمریکا تصویب کرده بوده، تایید کرده بوده که چنین کاری انجام بشه. منتها زمان این عملیات رو آقای ترامپ گویا موکول کرده بوده به وقتی که خودش مناسب میدونسته و این رو به عنوان یکی از گزینه‌های نگه داشته بود که اگر تنش با ایران بیشتر بشه و بالا گرفته بشه از این گزینه استفاده بکنه و این حمله رو انجام بده آقای ترامپ. گویا زمانی که شلوغی‌های دوروبر سفارت آمریکا در عراق انجام میشه و این در واقع تبدیل میشه به خبر روز و خیلی آمریکایی‌ها نگران بودن که اتفاق بزرگی بیفته، مثلا حالا شاید تو ذهنشون فکر می‌کردن مثل اتفاقی که در بنغازی افتاده و بعد می‌بینیم که یک آمریکایی هم کشته میشه، آقای ترامپ به این چه میرسه که خب این الان زمان مناسبیه برای اینکه این عملیات رو انجام بدن. در گزارش‌های قبلی هم بوده که به آقای ترامپ چند گزینه داده بودن که حالا مثلا برای محافظت یا برای تقابل با اون اتفاقی که داره دور بر سفارتخانه آمریکا میفته مثلا این گزینه‌ها رو داره و آقای ترامپ این گزینه رو انتخاب کرده که به قاسم سلیمانی فرمانده ارشد ایرانی حمله بکنه و او رو بکشن. به گزارش NBC این در واقع تو یک همچین پیش زمینه‌ای و بنا به یک برنامه‌ریزی که از قبل انجام شده بوده آمریکایی‌ها می‌خواستن که این کار رو انجام بدن. مقام‌های آمریکایی درباره اعتراضات در ایران چی میگن؟ درباره اعتراضات خب حمایت میکنن. مثلا خانم پلوسی در موردش صحبت کرده، در شبکه ABC گفته که آره این بیشتر سعی کرده به اون جنبش نگاه بکنه که اینها کسانی هستن که از کشته شدن افراد ناراحت هستن، از یک چنین اشتباه تراژیکی در ایران ناراحتند و به خاطر همین توی خیابان‌ها هستند. واکنش خیلی زیادی بوده به خانم پلوسی و او رو بسیاری به عنوان اشاره‌دهنده اخبار نادرست دیدن و گفتن که
به جنبه دیگر ماجرا که مثلا خواسته این خواسته بوده که مثلا میخوان که رهبری در ایران استعفا بده یا دولت استعفا بده، میگن که به این چیزها توجه نمیکنه. اما رسانه ها، مقام های آمریکایی، مقام های دولتی به این ماجرا نگاه کردند و توجه کردند که معترضان چقدر تند شدند و از دولت ایران خواستند که مقام ها خواستند که دولت ایران یک مقدار صبوری به خرج بده، خشونت به کار نبره در قبال مردم. و مقام های آمریکایی در مورد این ماجرا به عنوان یک اشتباه ازش یاد میکنند و میگن که جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه بخواد تقصیر رو گردن دیگران بندازه، به جای اینکه بخواد انکار بکنه و کارهای دیگری که توی اون سه روز پیش از پذیرفتن مسئولیت انجام دادن، میگه که باید در واقع با پذیرفتن این مسئولیت و سعی در جبران اون این تلاش رو هم بکنن که سازوکاری رو در پیش بگیرن که چنین اشتباهی دیگه تکرار نشه. و میگن که این باید مهمتر باشه تا اینکه دولت ایران بخواد حالا پای آمریکا رو هم وسط بکشه و بگه چون مثلا آمریکا فرمانده ایرانی رو کشته و ایران میخواسته یک انتقامی بگیره، دست به چنین اقدامی زده و به اشتباه هواپیمای مسافربری رو هدف قرار داده. متشکرم. سام فرزانه، خبرنگار ما از واشنگتن. شماری از هنرمندان ایرانی گفتند که برای نشان دادن همدلی خود با افکار عمومی که در اثر حوادث اخیر ایران جریحه‌دار شده، از شرکت در جشنواره‌های هنری امسال خودداری می‌کنند. چند گروه موسیقی، چند گروه تئاتر و چند سینماگر از جمله این هنرمندان هستند. چند اجرای هنری، نمایش و نمایشگاه هم لغو شده. کشورهای همسایه ایران با دقت و نگرانی تحولات این کشور را دنبال می‌کنند. ترکیه که همسایه ایران و عراق است، از گسترش تنش میان ایران و آمریکا به عراق نگران است و از سوی دیگر بی‌ثباتی سیاسی در ایران برایش نگران کننده است. خشایار جنیدی درباره این نگرانی‌ها گزارش می‌دهد. رجب طیب اردوغان در حال گسترش نفوذ منطقه‌ایش، ترکیه با نزدیک شدن به روسیه برای تبدیل خود به قطب انتقال انرژی در اروپا تلاش می‌کند و در پی نفوذ سیاسی در لیبی است. همزمان نگرانی‌هایی هم دارد. بی‌ثباتی در ایران و گرفتار شدن عراق در آتش تنش میان ایران و آمریکا. جمهوری اردوغان اعتدالی چاران. رجب طیب اردوغان می‌گوید منطقه به اندازه کافی خسته است و نیازی به خونریزی بیشتر در آن نیست. برای همین میگوید ترکیه آماده است هر چه میتواند برای کاهش تنش را انجام دهد. احتمال جنگ میان آمریکا و ایران برای همه ترسناک است. سوء قصد آمریکا به جان قاسم سلیمانی واکنش منفی دولت ترکیه را به همراه داشت و حملات موشکی سپاه به نظامیان آمریکایی در عراق نگرانی های زیادی را در این کشور ایجاد کرد. در نزد سیاستمدار دولت ترکیه فرق نمیکنه، حتی حزب حاکم باشه یا حزب مخالف، ثبات و امنیت در مرزهای ایران و کلا در داخل ایران، ثبات و امنیت به معنای ثبات و امنیت در ترکیه تلقی میشه. ترکیه در پی کاهش تنش بین ایران و آمریکاست و آقای اردوغان وعده داده تلاش کند از همه کانال‌های دیپلماتیک برای پیشگیری از تنش بیشتر استفاده کند. عراق آمریکا 10,000 کیلومتر فراموش نکنیم عراق 10,000 کیلومتر از آمریکا فاصله دارد. ایران همین جاست. هر دو کشور هم مرز ترکیه اند. برای رئیس جمهوری ما برقراری ثبات در کشور خودش مهم است. برای همین فکر می کنم اولویتش جلوگیری از تشدید تنش میان ایران و آمریکا و کاستن از آن در حد امکان است. کارشناسان به این نتیجه رسیدن که تنش اخیر بین ایران و آمریکا فرصت مناسبی برای ترکیه هستش که بتونه با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماسی نقش فعالی در معادلات منطقه ایفا بکنه و بتونه با کاهش تنش هم اثر خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه افزایش بده و هم از تنش و هر گونه درگیری که امنیت داخلی ترکیه هم تهدید میکنه و اقتصاد این کشور هم تهدید میکنه بتونن جلوگیری بکنن. ایران و ترکیه دو رقیب تاریخی هستند. تضعیف ایران جایگاه منطقه‌ای آنکارا را در برابر تهران تقویت می‌کند. افزایش تنش با آمریکا و سرگیری تظاهرات در ایران
حکومت آن را ضعیف کرده که میتواند فضای مانور رجب طیب اردوغان را در منطقه افزایش دهد. خشایار جنیدی، بی بی سی، استانبول. و اما در بین تمام روزهای پرخبر و پرحادثه این روز ایران، مردم سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیل هستند. با اینکه مقام‌های دولتی از فروکش کردن آب در بعضی مناطق میگویند و بارش‌ها قطع شده، مردم از کمبودها در کمک رسانی و نبودن امکان دسترسی‌ها و سرمای شبانه میگویند. سپاه پاسداران که تقریبا اداره همه بخش‌های این استان را در دست دارد، ظاهرا مثل مردم عادی از وسعت سیل غافلگیر به نظر می‌رسد، ولی برای کمک وارد عمل شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده همه امکانات به کار گرفته شود. استاندار سیستان میگوید حداقل یک نفر در اثر سیل جانش را از دست داده. محمد امینی گزارش می‌دهد. ساختمان مدرسه ابتدایی جدید روستا است. روستاها و شهرستان‌های جنوب سیستان و بلوچستان قربانیان اصلی سیل سه روز گذشته. خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید مردم مناطق سیل زده در وضعیت بحرانی هستند. مثلا مردم 100 روستای دشتیاری آب گلالود می نوشند و اینکه بعد از 72 ساعت هنوز کمکی نرسیده. عباس علی ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، به تلویزیون ایران گفت کمک ها در سطحی گسترده در حال توزیع است و مرتب تاکید می کند که سپاه پاسداران در نوک پیکان کمک رسانی عمل می کنند. 3 بالگرد در منطقه بود و امروز 6 بالگرد در منطقه هستند. جناب آقای استاندار در منطقه حضور پیدا کردن از دیشب. تیم‌های امدادی و گروه‌های جهادی سپاه وارد منطقه شدند. احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان هم از کاهش سطح آب در مناطق آسیب زده گفت. نیروهای هلال احمر با امکانات حضور پیدا کردن امروز از تهران با هواپیما بخشی از اقلام مورد نیاز به فرودگاه کنرک اومده و البته حجم در واقع منطقه آبگرفتگی خیلی منطقه وسیع است. اما آن سوی سکه اوضاع بحرانی تر از آن است که دولتی ها ترسیم می کنند. اینجا خونه ماست و برای جلوگیری از ورود آب به محمد باسط درازهی، نماینده سراوان، در جلسه علنی مجلس در انتقادی سریع از محرومیت این استان گفت در پی عدم توجه به استان سیستان و بلوچستان راه‌های ارتباطی 500 روستا، شهر و شهرستان قطع شده و به هیچ راه ارتباطی دسترسی ندارند و بسیاری از آنها زیر آبند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای درازهی در مجلس گفت سیستان و بلوچستان تنها استان کشور است که مرکز استانش تنها به یک جاده رفت و برگشت غیر استاندارد دسترسی دارد و همکنون به گفته او شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان با وجود دمای هوای زیر 0 درجه با مشکل تأمین سوخت، اعم از نفت سفید، گازوئیل و بنزین مواجهند. حسین علی شهریاری، نماینده مردم زاهدان، در مجلس هم گفت مناطق سیل زده هنوز تخلیه نشدند. عزیز سارانی، نماینده سیستان و بلوچستان، در شورای عالی استانها هم نسبت به گرسنگی و سرمازدگی سیل زدگان در این منطقه هشدار داده. به گزارش ایرنا، علاوه بر خسارت‌های وارد شده به تأسیسات شبکه آب و برق، 20,000 واحد مسکونی هم بر اثر جاری شدن سیل به طور کامل یا جزئی تخریب شدند. برآوردهای اولیه حاکی از خسارت بیش از 330 میلیارد تومانی سیل است، ولی مقامات میگویند بعد از فروکش کردن سیل است که میشود فهمید عمق فاجعه چقدر بوده. کشاورزان بسیاری به خاک سیاه نشستند و مردم روستایی هم صدایشان درآمده. برخی میگویند چرا حکومت فقط وقت انتخابات و رأی دادن است که یاد ما میافتد. هزار تریکوپه میرسه اونجا آب میشه، مگر ما جز ایران نیستیم؟ فقط موقع رأی گیری جز ایران هستیم. این سیل مردم 3 استان را به طور مستقیم زیر فشار گرفته. استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان، ولی این اوضاع سیستان و بلوچستان است که از همه جا وخیم‌تر است. محمد امینی، بی بی سی.
بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی درباره هواپیمای ساقط شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستید. در یک ساعت گذشته به گفته وزیر خارجه اوکراین قرار بر این شد که روز پنجشنبه وزرای خارجه کشورهایی که شهروندانشون در این پرواز بودند در لندن دیدار داشته باشند و درباره غرامت و ادامه تحقیقات با هم فکری بکنند. همزمان گفته میشه که اعتراضات در دانشگاه شریف تهران ادامه داره، هرچند که به گفته نت بلاکس که محدودیت های اینترنتی رو در سراسر جهان رصد میکنه، سرعت اینترنتی که مرتبط با دانشگاه شریف در تهران ثبت شده رو به کاهشه و به نظر میاد که دسترسی به اینترنت در این دانشگاه با مشکل روبرو شده. اعتراضات شب گذشته در بسیاری از شهرهای ایران ادامه داشت و با سرکوب نیروهای امنیتی همراه بود. پوشش ویژه خبری در بی بی سی فارسی در بخش‌های بعدی ادامه خواهد داشت. بعد از این بخش خبری همکارم فرناز قاضی‌زاده با صفحه 2 با شما خواهد بود. ممنون که با ما هستید.